میگه که ما فلانی با فلانی مریضی هم دستپنجه نرم میکنم، 8 نفر اعضای فامیل خودم دارم در پشت سر خود، خودم فقط 8 میلیون ماهانه درآمد دارم، ما چطور میتونم با این 8 میلیون با این مریضی با این مشکلات در طرح 100 و 150 و 200 شرکت بکنم؟ استان اصفهان آمده طرح 100 میلیون خود ارتقا داده به 200 میلیون و ایران مطمئن باشین دوستان اگر می قسم مورد استقبال صورت بگیره روز خواست شد که به 300 میلیون تا 500 میلیون و بالاترم شاید بره. وقتی که دولت ایران آمد دید که از طرف اتباع به این شکل مورد استقبال صورت میگیره این طرح، بعد از آمد طرح تغییر دادن، گفتن طرح 150 میلیون در تهران باید مردم ها پرداخت بکنه، یعنی ای که تهران به 150 میلیون ارتقا پیدا کرد. عزیزان دل، همراهان گرامی، سلام، وقت شما بخیر. امیدوار هستم هر کجایی که هستین جور و صحتمند و سرحال باشین. دوستان نهایت عزیز، سوال های زیاد این روزها از ما میشه، چی از طریق کومنت، چی از طریق پیامک ها، زیادتر روی امی طرح 100 میلیونی هست یا روی طرح اختیاری 100 میلیونی که دیگه نه اختیاری هست و نه 100 میلیونی. دوستان نهایت عزیز، تقریبا اگه ما بیم بررسی بکنیم یک سال پیش یا یک نیم سال پیش، طرح اختیاری 100 میلیونی از طرف سازمان ملی مهاجرت به خاطر که اتباع بیاین در طریق نام خودشان در بانک ها، در بانک هایی که از طرف دفاتر کفالت یا سازمان ملی مهاجرت برشون گفته میشد، به نام خودشان یک مقدار پولی را وارز بکنن که مو 100 میلیون بود و این از طرف اتباع یا از طرف مهاجرین ما و شما متاسفانه در استقبال بسیار زیاد مواجه شد که او روز ما و شما شاهدش بودیم که صفهای طولانی پیش روی دفاتر کفالت خودش اگه می رفتین صحرای محشر بود. حتی ما و روز ها به این خاطر مصدومینی داشتیم، حتی زخمی هایی داشتیم به خاطر از اینکه مردم بسیار زیاد هجوم می بردن، بسیار زیاد بیروبار بود، هر کسی کوشش می کرد زودتر خودشانه بگفته مردم های امروز خودشانه زودتر بدبخت بکنه، همون 100 میلیون خود پرداخت بکنه. وقتی که دولت ایران آمد دید که از طرف اتباع به این شکل مورد استقبال صورت می گیره تر، بعد از آمد طرح تغییر دادن، گفتن طرح 150 میلیون در تهران باید مردم ها پرداخت بکنه، یعنی ای که تهران به 150 میلیون ارتقا پیدا کرد. به دلیل از اینکه گفت در ایران کار زیاد هست، درآمد مردم زیاد هست، به او خاطر بیایند در تهران، کسایی که در تهران زندگی میکنند، کسایی که در تهران کاروبار داره 150 میلیون پرداخت بکنه، که باز هم از طرف مردم هم قسم که در دیگه استان ها مورد استقبال صورت میگرفت، در اینجا مورد استقبال صورت گرفت. و دوستای عزیز، ما چون همیشه اخبار خود از کانال های رسمی سازمان ملی مهاجرت درست میکنیم، جور میکنیم، اگر شما مکسر بزنین به او کانال ها میبینین که نشست های خیلی خیلی زیاد در رسانه های مختلف در مورد ساماندهی اتباع صورت میگیره، ولی نتیجه این نشست ها اصلا معلوم نیست. همه روز ما شاهدش هستیم، اکسای پخش میشه و فقط کوتاه نوشته میشه که جلسه مفصل روی ساماندهی خارجی در فلانی استان نشست صورت گرفت، در فلانی استان، در فلانی استان، استان های مختلف هر روز، ولی یکی چی نتیجه میده نتیجهش مشخص نیست. و بعض نشست های دیگر ما داریم که نتیجهش مشخص است، روی خروج و یا اخراج اتباع غیر مجاز این نشست ها کاملا نتیجهش مشخص است، و یا یکی نشست ها در مورد از اینکه مشاورین املاک و برای مهاجرین غیر مجاز نباید خانه بدن، نه به شکل گروی، نه به شکل رهن، به هیچ صورتی
برای مهاجرین غیر مجاز خانه اینا نتن. اینا کلیش نتایج مشخص است. ولی که نشست های در مورد سماندهی اطفا چرا مشخص نیست؟ این میتونه دلیل های خاص داشته باشه که ما و شما ایسا شاهدش هستیم. این روزا استان اصفهان آمده طرح 100 میلیون خود ارتقا داده به 200 میلیون و ایره مطمئن باشین دوستا اگر این قسم مورد استقبال صورت بگیره روزی خواست شد که به 300 میلیون تا 500 میلیون و بالاترم شاید بره. درست است مجبوری ما باید افغانهای خود در کشور ایران هم درک بکنیم، بعضی کسا مجبور هستن که در ایران باشن، ولی بین کسایی که پول نداره، کسایی که 4 5 الی 10 نفر اعضای خانوادهش میشه، فقط یک نفر کارگر هست، او هم ماهانه 10 میلیون الی 15 میلیون بیشتر درآمد نداره، بین اونا رو هم درک بکنیم. این روزا ما شاهدش هستیم که برای ما پیامک میتن، زنگ میزنن، واقعا جگر آدم خون میشه، میگه که ما فلانی با فلانی مریضی هم دست پنجه نرم میکنم، 8 نفر اعضای فامیل خودم دارم در پشت سر خودم فقط 8 میلیون ماهانه درآمد دارم، ما چطور میتونم با این 8 میلیون با این مریضی با این مشکلات در طرح 100 و 150 و 200 شرکت بکنم؟ دیگه بیاییم این کسا رو هم درک بکنیم. لطفا هر طرحی که از طرف دولت ایران اعلان میشه دیگه شما از سر و کلی هم دیگه بالا رفته در اون طرح خیلی زود خیلی عجله نکنین که شرکت بکنین، به دلیل از اینکه تغییرات خیلی زیادی رونما میشه هر روز در کشور ایران، به خصوص فعلا که ایران هم در حالت سردرگمی به سر میبره به خاطر که رئیس جمهوری نداره و یک تای رئیس جمهوری جدید انتخاب میشه تا یک انتخاباتش میگذره دیگه هزاران تغییرات میده ای ترها. به می دلیل است که لطفا بیایم زیاد عجله نکنیم و پیشنهاد من برای او کسایی که ایران ماندن و نمیفهمن چی کار بکنن چی کار نکنن و از ما هم سوال میکنن که آیا ما شرکت بکنیم نکنیم، دیگه اویی است که شما نوبت بگیرین، نوبت که گرفتین یکی نوبت